سلام و درود عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز. حامد هستم از تیم شبکه تلویزیونی کافه ترید، در خدمتون هستم با بررسی پلتفرم ترید سی تریدر. همونطوری که توی قسمت‌های قبلی در موردش صحبت کردیم و با هم دیگه بررسی کردیم، ابزارهای بسیار جذابی توی سی تریدر وجود داره که ما تریدرها همیشه بهشون نیاز داشتیم و توی پلتفرم متا تریدر یا پلتفرم‌های دیگه متأسفانه در اختیارمون نبود و اگر می‌خواستیم چنین ابزارهایی رو در اختیار داشته باشیم مجبور بودیم از سایت‌ها و پلتفرم‌های دیگه‌ای به عنوان مکمل استفاده بکنیم که غالباً هم باید به خاطرش هزینه می‌پرداختیم و از داخل ایران نمیتونستیم این کارو بکنیم، ولی سی تریدر تمام این ابزارها رو در کنار هم قرار داده و یه پکیج بسیار کامل و حرفه‌ای در اختیار ما تریدرها قرار داده. بریم دوباره توی فضای سی تریدر با هم یه بررسی بکنیم که در مورد چیا صحبت کردیم قسمت قبل و دو تا سه تا قسمت دیگه هم از سی تریدر مونده که باید بهتون توضیح بدم. خب همونطور که صحبت کردیم از قسمت منو، وقتی که منو رو باز می‌کردیم میتونستیم تمام asset هایی که اون بروکر در اختیار ما قرار میده رو داشته باشیم، میتونستیم از داخل اونا به تعداد نامحدود واسه خودمون واچ لیست درست کنیم، واچ لیستایی که هر تعداد خواستیم میتونستیم بهش ابزار اضافه کنیم و هیچ محدودیتی توی واچ لیست سازی نداشتیم. بعد از این قسمت از قسمت فضای کاری میتونستیم فضاهای کاری متفاوتی ایجاد بکنیم واسه تریدرهای مختلف، واسه سشن‌های مختلف و زمان‌های مختلف، و این فضای کاری رو به تفکیک جز به جز با تغییراتی که داشتیم توش به وجود می‌آوردیم سیو بکنیم و روی تمام سیستم عاملامون همیشه دسترسی داشته باشیم بهشون. در قسمت بعدی دو تا گزینه داشت، یکی ترید واچ بود که به ما هیستوری اکانتمون، تعداد آلارم هامون، اوردر هامون و پوزیشن های بازمون رو نشون میداد و مارجینمون و اون بالانسی که برای خودمون داریم. در قسمت دومش کلندر رو به ما نشون میده، اون جفت ارزی که روش هستیم یا اون استاکی که روش هستیم، حالا هر چارتی که روش هستیم، هر چی خبر توی اون روز یا اون هفته یا روزهای آینده داره اینجا به تفکیک ماه و سال و ساعت به ما نشون میده و با کلیک روی هر کدوم از این خبرها جزئیات اون خبر رو به ما کاملا توضیح میده و با باز کردن اون لینکی که ساجست شده زیر اون خبر ما رو وصل میکنه به سایت اصلی اون خبر و ما میتونیم دیتاهای فاندامنتال هم اینجا به دست بیاریم و کاملا بی نیاز باشیم به سایت هایی که واسه ما دارن فاندامنتال اخبار میگن. خیلی هم سرعت بالایی داره، دقیقا همون لحظه‌ای که این ساعتش واسه ما نوشته آپدیت میشه و اون عددهای اکچوال رو واسه ما نمایش میده. قسمت بعدی که در موردش صحبت کردیم، من اینو ببندم خلوت بشه، در موردش صحبت کردیم کلیک راست میکردیم میرفتیم آپشن و تمپلیت های مختلف واسه خودمون به وجود میآوردیم و با یک کلیک روی اون تمپلیت روی چارت های جدید تمپلیت شخصی و شخصی سازی شده خودمون رو میآوردیم روی چارت و نیاز نبود دوباره ما این تنظیمات رو به وجود بیاریم. پای هر سیستمی هم که بشینیم وارد اکانت شخصیمون بشیم این تمپلیت و تمام این جزئیات رو واسه خودمون داریم و دسترسی داریم بهشون. گزینه بعدی قسمت چارت مود بود که میتونستیم به صورت مولتی چارت ببینیمش، میتونستیم به صورت سینگل چارت ببینیم و به صورت فری چارت ببینیم و میتونستیم هر جوری که خواستیم با اون اسکرین های خودمون اینها رو تطبیق بدیم و برای خودمون درست بکنیم و اون اسکرین خودمون رو قوی تر بکنیم و هر جوری که راحت تر بودیم و ابزارهاشو داشتیم میتونیم واسه خودمون بسازیم این سفر رو. همونطوری که میدونید توی متا تریدر چنین امکانی وجود نداره و خیلی سخت اسکرین کردن و ما همیشه از تریدینگ ویو استفاده میکنیم واسه اسکرین کردن و متا تریدر خیلی استفاده نمیکنیم. قسمت بعدی قسمت اندیکاتور هاست که من دوست داشتم بهتون توضیح بدم که توی قسمت های قبل فرصت نشد. قسمت اندیکاتورها، هر اندیکاتوری که بخوایم میتونیم از اینجا سرچ بکنیم، مثلا من الان RSI سرچ میکنم، اینجا واسه من یه ویدیو میاره که اگه کلیک کنم روش توضیحات اندیکاتور RSI و آموزش اندیکاتور RSI واسه من میاره و تمام اندیکاتورهایی که مربوط به RSI هست و اگر اندیکاتوری سرچ کردیم که داخل خودش نداشته باشه ما رو مستقیم به سایت مربوطه لینک میکنه و با یک کلیک میتونیم اونو دانلود کنیم و RSI واسه اون اندیکاتور به خصوص رو توی پلتفرممون بیاریم. الان من RSI اوکی کردم، میبینید که اندیکاتور RSI اومد. در این قسمت این تریدینگ ویو میتونم من برم توی آپشنش تغییراتی ایجاد کنم، میتونم اینو این اندیکاتور رو خاموش کنم یا میتونم با این ضرب دره ببندمش. اندیکاتورهای بی‌نهایتی هم میتونیم وارد
چارتمون بکنیم و با سیو کردن تمپلیتمون میتونیم اندیکاتورها هم همیشه واسه خودمون سیو بکنیم. بعد از اون قسمت تایم فریم ها رو داشتیم که تایم فریم ها رو که باز میکردیم می‌بینیم 5 مدل مختلف تایم فریم واسه ما داره و خیلی بازه کاملی داره و از صورت دقیقه‌ای و ساعتی و روزانه‌ش هم بسیار کامله. یکی از قسمت‌های جذاب سی تریدر که توی قسمت‌های قبلی در موردش صحبت نکردیم قسمت آنالیز این پلتفرم هست. اگه بیایم دوباره توی فضای پلتفرم، قسمت منو به ما 4 تا گزینه میده. گزینه پایینش قسمت آنالیز رو وقتی که انتخاب میکنیم ژورنال اکانتمون رو بهمون نشون میده. حالا من توی این اکانت ترید خاصی نکردم که بخواد ژورنال رو بهمون نشون بده، میاد اگه ترید کرده باشیم میگه توی اون ماه چقدر سود کردین، چقدر ضرر کردین، روی چه جفت ارزهایی سود و ضررتون بوده، حجم پوزیشناتون چقدر بوده. یه نمودار کامل جمعی واسه ما میاره که ما میتونیم با یه نگاه به اون نمودار ژورنالمون رو به دست بیاریم و بفهمیم که توی اون ماه چیکار کردیم، سود بوده، ضرر بوده، چقدر پول واریز کردیم، چقدر برداشت کردیم و تمام جزئیات حسابمون رو اینجا به ما نمایش میده و کاملا متوجه میشیم که چه رفتاری داشتیم و روی چه جوفرسهایی ضرر بیشتر کردیم و چه ساعتهایی از روز بیشتر ضرر کردیم. تمام اینها رو به صورت نمودارهای جداگانه واسه ما میاره. خیلی قسمت جذابیه، خیلی به تریدرها کمک میکنه با نمودار و اون جزئیاتی که به ما میده و باعث میشه خیلی از مشکلاتی که توی تریدرها باش دست و پنجه نرم میکنن و حل بکنه و اگه یه تریدر به این قسمت توجه داشته باشه خیلی از اشتباهاتش رو پی میبره و اشتباهات پنهانی که ما تریدرها گاهی اوقات متوجهشون نمیشیم و فراموش میکنیم، ولی این قسمت به قسمت آنالیز پلتفرم سی تریدر ما رو دوباره یادآوری میکنه به همون اون مشکلات رو و خیلی ریزبینانه و دقیق بررسی میکنه که چه قسمت‌هایی، چه ساعت‌هایی، چه جوفرس‌هایی واسه ما مشکل ساز بودن که بتونیم اونو برطرف بکنیم و از ضررهای اضافه جلوگیری بکنیم. قسمت دیگه‌ای که داره قسمت کپی هست. وقتی که این قسمت رو باز میکنید شما میتونید استراتژی شخصی خودتون رو به پلتفرم سی تریدر بدین و بابتش یه ربات بسازین یا ربات‌های کسای دیگر رو کپی بکنید با یه کمیسیونی که مشخص شده اونجا کپی بکنید و اون ربات‌ها رو روی اکانت خودتون تست بکنید و بتونید باهاشون کار بکنید. خیلی اینم قسمتش جذابه. وقتی که رباتی رو به شما پیشنهاد میده هیستوری اکانت اون ربات هم کامل به شما نشون میده، چند ماه یا چند روز یا چند ساعت داره کار میکنه اون ربات، توی اون مدت مشخصی که کار کرده چند درصد سود ده بوده یا ضرر ده بوده. خیلی قسمت جذابیه اینم. و از قسمت اتوماتیکش هم که ما میتونیم واسه خودمون ربات بسازیم و هر تغییراتی که دلمون خواست توی پلتفرم سی تریدر بدیم که میره بخش برنامه نویسی و من خیلی بهش واقف نیستم. برمیگردم توی فضای سی تریدر. یه قسمت دیگه هم در موردش صحبت کردیم که آلارم گذاری ها بود و یه قسمت دیگه که کلیک راست میکردیم و نیو اوردر بود که ابزار مانی منیجمنت در اختیار ما قرار میداد. تمام اینا رو صحبت کردیم. موند آخرین بخش و جذابترین بخش سی تریدر، قسمت بک تستش. اگر بیایم روی چارت، این قسمت پایین سمت راست قسمت مارکت ریپلای یا همون قسمت بک تستش رو انتخاب بکنیم، ما میتونیم هر جایی که از چارت خواستیم و با هر سرعتی که خواستیم انتخاب بکنیم و واسه همون بک تست بگیره. یعنی چی؟ یعنی بیاد نمودار رو از قبل به ما نشون بده و ما استراتژیمون رو فقط تست بکنیم روی اون پلتفرم. خیلی قسمت جذابیه. یکم زمان میبره وقتی که این گزینه رو باز میکنید، باید سعی کنیم تا چارتمون رو لود بکنه. خیلی قسمت جذابیه. وقتی که ما یه استراتژی رو میخوایم تست بگیریم، به جای اینکه توی اکانت توی حال حاضر مارکت بخوایم تست بگیریم، میتونیم چارت رو ببریم عقب، ریپلای بکنیم و توی یکی دو ساعتی استراتژی رو کاملا بک تست بگیریم و ببینیم که آیا این استراتژی کار میکنه یا نه. استراتژی که بر اساس تکنیکال هستش و ما نیاز داریم که یه خورده سرعت مارکت بره بالاتر تا بتونیم با سرعت بیشتری بک تست بگیریم. یه شنبه یک شنبه که خونه تعطیلیم و مارکتمون تعطیل و خیلی نمیتونیم کاری خاصی بکنیم، میتونیم استراتژیامونو اون موقع با این پلتفرم سی تریدر بک تست بگیریم و متوجه میشیم که وین ریتش چقدره، آیا اون استراتژی نیاز به اصلاح داره و کار نمیکنه یا اینکه استراتژی اصلا کلا باید عوض بشه و مشکل داره. خیلی بک تست گرفتن مهمه و به نظر من اگر استراتژی بک تست گرفته نشه
تقریبا یه رفتار غیر حرفه‌ایه و میره به سمت قمار اگر ما با استراتژی ترید بکنیم که بک تست نگرفتیم بابتش. خیلی ممنون که همراه من بودید. من سعی کردم توی این 5 قسمت کاملا سی تریدر رو برای شما عزیزان توضیح بدم، تمام اون ابزارهای جذابی که داره رو بهتون توضیح بدم و دلیل اون صحبتم که توی قسمت اول گفتم که به نظر من بیشتر حرفه‌ای ها با سی تریدر ترید میکنن و بتونم بهتون دلیلش رو بگم. خیلی ممنون که همراه من بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.